پادکستی که میشنوید با همکاری و حمایت شنوتو تهیه و منتشر شده. شنوتو پلتفرم به اشتراک گذاری فایل‌های صوتیه. شما میتونید پادکست‌ها یا فایل‌های صوتیتون رو توی شنوتو با دیگران به اشتراک بذارید یا به بیش از 400,000 دقیقه فایل صوتی توی اون گوش کنید. اگه به پادکست یا کتاب‌های صوتی علاقه دارید، بهتره حتماً یه سری بهش بزنید. shenoto.com پادکستی که میشنوید حاوی مطالب خشونت‌آمیز و جنسیه. پس اگه کمتر از 13 سال سن دارید به اون گوش ندید و چنانچه تو محیط عمومی قرار دارید ترجیحاً از هندزفری استفاده کنید. بیست ژانویه 1989 ساعت 7:16 صبح به وقت امریکا توی زندان ایالتی اساک توی فلوریدا مردی 44 ساله به جرم تجاوز به دختری 12 ساله روی صندلی الکتریکی نشست و اعدام شد. این فرد کسی نبود جز تد باندی. از لحاظ قانونی برای تجاوز به یک نفر محکوم به مرگ شد، ولی اون در 5 ایالت مختلف متهم به قتل بیش از 32 زن دیگه بود. داستان از کجا شروع میشه؟ 31 آگوست 1961 زمانی که مادر آن ماری بیرد وارد اتاق خواب بچه 8 سالش میشه، میبینه که هیچ خبری از دخترش نیست. دخترش بدون اینکه هیچ نشونه‌ای از خودش باقی بذاره یک دفعه ناپدید میشه. اون روزها باندی 15 ساله توی محدوده‌ای که آنا زندگی میکرد مشغول به کار بود و صبح‌ها روزنامه رو برای افراد اون محل میآورد. از طرف دیگه آنا دختری بود که زیر نظر عموی تد مشغول آموزش پیانو بود. سالها بعد وقتی که تد باندی بازداشت میشه، اون رو متهم به قتل آنا میکنن و میگن که این اولین قتل تد باندی بوده، ولی باندی این قضیه رو همیشه رد میکنه. حتی زمانی که با خانواده آنا روبرو میشه توی دادگاه فقط یه حرفو میزنه: من نمیدونم چه بلایی سر دخترتون اومده. من هیچ ارتباطی با ناپدید شدن اون ندارم. شما گفتین که اون در 31 اوت 1961 ناپدید شده. من اون زمان فقط یه پسر بچه 14 ساله‌ای معمولی بودم. من شبها تو خیابون سرگردان نبودم، اتومبیل سرقت نمی‌کردم و هیچ تمایلی به کسی نداشتم. من یه بچه معمولی بودم. شما باید این واقعیت رو باور کنید. اما این اتفاق در برابر چیزی که باندی در چند سال بعد مرتکب میشه شاید خیلی ناچیز باشه. تو جمعه 4 ژانویه 1974 باندی وحشت 5 سالش رو شروع میکنه. کمی بعد از نیمه شب باندی وارد خونه جونی لینز، دانشجوی 18 ساله دانشگاه واشنگتن میشه. باندی وارد اتاق خوابش میشه و با میله‌ای که تو دست داشته چند ضربه محکم بهش میزنه. یه قسمت فلزی از تخت رو جدا میکنه و به وسیله اون بهش تجاوز میکنه. صبح روز بعد بدن غرق در خون جونی پیدا میشه. جونی با اینکه زنده موند ولی هیچ وقت آخر عمر نتونست راه بره. اما سومین قربانی باندی 1 ماه بعد باز هم توی یه نیمه شب انتخاب میشه. باندی با شکستن در اتاق لیند آنهیلی، دانشجوی دانشگاه واشنگتن، وارد اتاقش میشه. باندی با چند ضربه به سرش اونو بیهوش میکنه. بعد از اون لباسهای غرق خون اون رو با یک شلوار جین آبی، بلوز سفید و پوتین عوض میکنه. بعدش اونو توی ملافه تختش میپیچه و با خودش از پنجره بیرون میبره و درست 1 سال بعد جسد اون پیدا میشه. اما همه قربانی ها نمی مردن. توی سال 74 باندی دختری به اسم راندا رو سوار ماشینش میکنه. پس از چند ساعت چرخیدن به اون نزدیک میشه. راندا اولش فکر میکنه که باندی میخواد اونو ببوسه، ولی تد زیر گوشش یه چیزی رو زمزمه میکنه. میدونی چیه؟ میخوام تو رو بکشم. بعدش چندین و چند بار اونو خفه میکنه و درست تو لحظه‌ای که حس میکنه راندا قراره بمیره، دست از خفه کردن اون برمیداره تا با اون بازی کنه. بعد به راندا تجاوز میکنه، اما راندا در آخر میتونه فرار کنه و خودشو به رودخونه بندازه. راندا هم مثل بقیه دخترای دیگه دانشجو بود و مثل بسیاری از قربانیای باندی موهای قهوه‌ای تیره داشت، درست مثل دوست دختر اول باندی استفانی بروکس. استفانی کسی بود که باندی دوست داشت شبیه اون باشه. استفانی دختر زیبا، پولدار و از یک طبقه اجتماعی خاص بود. برای باندی استفانی یه چیز دست نیافتنی بود و همیشه این تو فکر میکرد که لایق استفانی نیست. آخرش هم همین فکر باعث شد که استفانی ولش کنه و همین اتفاق باعث ایجاد یه شوک بزرگ تو زندگی باندی شد. طبق نظریه یکی از روانشناسایی که روی پروژه باندی کار میکرد، نفرت باندی از اولین دوست دخترش بود که باعث شده بود اون قربانیایی رو انتخاب بکنه که شباهت زیادی به اون داشتن. برای همین از بین قربانیان باندی 20 نفر از نظر ظاهری و به خصوص مدل مو خیلی شبیه استفانی بودند. البته باندی نظریه رو رد کرده و به هیو اینسبرز گفته بود که اونا فقط طبق معیارهای معمول جوون و جذاب محسوب می شدن. خیلی ها این مزخرفات رو پذیرفتن که دخترها شبیه هم بودن، اما تقریبا همه چیز فرق می کرد و متفاوت بود. به لحاظ فیزیکی میشه گفت اونها کاملا متفاوت بودن. بله، تد گفته که فقط جوانی و زیباییه که معیارهای غیرقابل چشم پوشی اون توی انتخاب قربانیاش بوده. یه چیزی که توی دادگاه مشخص میشه اینه که باندی یه سایکوپت بوده، نه یه سایکوتیک. اگه یادتون باشه توی اپیزود اول کامل براتون توضیح دادیم که سایکوپت‌ها در اصل روانی نیستن. اونا واقعا عادی‌ان، خیلی معمولی به نظر میرسن. اونا جذاب، باهوش و خوش‌رفتار هستن و این همون چیزیه که ما تو قسمت قبلی بهش گفتیم نقاب تعقل. این افراد در واقع هیچ حسی از همدردی توی خودشون ندارن. هرچند تد باندی چندین رابطه عاشقانه داشته، اما از نظر تد بیشتر این رابطه ها پلی بودن که بتونه نیازهای جنسیشو برطرف کنه. البته مورد استفانی بروکس یا همون دوست دختر اول باندی یکم فرق میکنه، چون احتمالاً ذره‌ای حس نودوستی در وجود باندی بوده، اما همین حس هم توسط استفانی از بین رفته. از یه طرف دیگه سایکوپت‌ها به طرز شگفت‌انگیز خودخواه هم هستن. نیازهای اونا در اولویته، حتی حاضرن برای نیازهای خودشون آدم بکشن و اینه که فرق بین سایکوتیک ها و سایکوپت ها رو ایجاد میکنه، چون سایکوتیک ها افرادی هن که دامنه گسترده‌ای از بیماری‌های روانی رو دارن، افرادی هن که بعد از مدتی ارتباط خودشون رو با واقعیت از دست میدن، دچار توهم و پارانویا میشن و نیاز به درمان دارن. چیزی که ما میشنیدیم مجموعی از قتل‌ها و کشتارهاییه که تد تا الان انجام داده و واقعاً هیچ حس پشیمونی درش دیده نمیشه. ولی واقعاً اینطوریه؟ باندی اینقدر خونسرد آدم‌ها رو میکشته و هیچ وقت هم از کارش پشیمون نمیشده؟ ما اینجا یه مورد داریم که باندی از قتل یکی پشیمون شده یا حداقل نمیخواسته این قتل رو انجام بده. بذارید قبلش یه توضیح ساده بهتون بدم. بیشتر قاتلای سریالی پس از مدتی تمایل به توقف قتلاشون دارن. اشتباه نکنید، هیچ وجدان بیدار شده‌ای در کار نیست. دلیلش این نیست که پشیمون میشن، بلکه هوش و غریزه انسانی اونها برای فرار از دستگیر شدنه که مانع از ادامه این قتلا میشه و این ترسه که باعث توقفشون میشه. اما نیاز و میل اونها توی اولویته. برای باندی این اتفاق توی 2 اکتبر 74 میفته، وقتی اون نانسی ویلکاکس دختر 16 ساله رو توی هالادی میدزده و اونو به باغی توی همون نزدیکی میبره و بهش تجاوز میکنه. تد میگه که فقط قصد ارضا کردن نیازشو داشته، اما بعد از جیغ زدنهای پیاپی اون به صورت تصادفی خفش میکنن و جنازه نانسی هم هیچ. چیزی که شنیدید شاید برای همه‌تون یه مورد تأمل برانگیز باشه. کسی که تا الان حداقل 10 زن رو به راحتی کشته و بهشون تجاوز کرده، یه دفعه نمیخواسته کسی رو بکشه. باندی در عرض 5 سال 30 زن رو به قتل رسون. هیچ کس نمیتونه در یک آن رعوف بشه. ماجرای نانسی نشون دهنده وجود یک وجدان بیدار شده نیست، چون دقیقاً 16 روز بعد از قتل نانسی، تد یه قربانی جدید برای خودش پیدا میکنه. توی 18 اکتبر، میلیس آن اسمیت، دختر 17 ساله رئیس پلیس منطقه‌ای توی سالت لیک سیتی، بعد از ترک یک پیتزا فروشی ناپدید شد. 9 روز بعد، جسد برهنه اون توی یک منطقه کوهستانی توی همون حوالی پیدا شد. معاینه جسد و کالبد شکافی نشون داد که قربانی احتمالاً تا 7 روز بعد از ناپدید شدن هم زنده بوده. قربانی بعدی باز یه دختر 17 ساله بود. در 31 اکتبر لورا آن ایم حدود نیمه شب پس از خروج از یک کافه ناپدید میشه. چند کوهنورد بدن برهنه اون رو 9 مایل دورتر پیدا میکنن. هر دو قربانی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند، به هر دو تجاوز شده بود و هر دو با جوراب نایلونی خفه شده بودند. نکته جالب اینه که اسمای این دو قربانی شبیه به هم بود، ولی هیچ هدفی پشت انتخاب باندی نبوده و این صرفاً یه تصادف ساده بوده. باندی هیچ وقت اسم قربانیاشو نمیدونسته. نمیدونم اسم این رو چی بذارم. باندی غیر از 2 مورد از قربانیهاش که برهنه پیدا شدن، بقیه قربانیاشو با یه وضعیت جالب تنها میذاشت. تد موهای اونا رو با شامپو میشست، حتی دوباره اونا رو آرایش میکرد. حتی توی مواردی دیده شده بود که بعد از پیدا شدن جسد باز هم آرایشش تازه بوده. این رفتار باندی مربوط به یه نیمه بسیار تاریکش بود، چون این نمیتونست نشونه وسواسی بودن اون باشه، بلکه اون از جنازه ها برای خودش اسباب بازی جنسی درست میکرد. این رفتاری که توی سایر قاتلین سریالی هم میشدید. برای مثال ادموند کمپر یا اد کمپر، یکی از عادتاش این بوده که روزها حتی هفته‌ها جنازه ها رو نگه می‌داشته تا از بدن اونها بهره جنسی ببره. این حتی از کشتن برای اون رضایت بخشتر بوده. اما در خصوص باندی، به نقل از خودش، اون اونقدر با یه جنازه میموند که یا بوی تعفن مانع از ادامه داشتن رابطه باهاش میشد یا جسد کاملا متلاشی میشد. برای همین میشه دید که افراد برای باندی بیشتر عروسک هایی بودند که میل جنسیشون رو با اونها از بین میبرده. توی 8 نوامبر 74 باندی خودش رو یه مأمور پلیس جا میزنه و به در خونه کارول دارونچ میره و ادعا میکنه که یکی قصد دزدیدن ماشینشو داره. بعدش از کارول میخواد که با اون به ایستگاه پلیس بره. توی مسیر دارونچ اشاره میکنه که اداره پلیس از این سمت نیست، اما تد بلافاصله ماشینو کنار میزنه و تلاش میکنه که به اون دستبند بزنه. توی درگیری بین این 2 نفر، باندی اشتباهاً هر دو دستبند رو به یک دست دارونچ میزنه و تو همون لحظه دارونچ در ماشین رو باز میکنه و فرار میکنه. بعدها همین کارول دارونچ تبدیل میشه به بدترین کابوس باندی. با اینکه کارول فرار کرد، ولی باندی درست همون روز یه قربانی دیگر رو به همین روش پیدا میکنه. شاید یکی از جنونبارترین کارهایی که باندی مرتکب شده مربوط به تابستان 1974 باشه، زمانی که باندی به دریاچه سامامیش در ایسکوا میره. جنایت تد باندی توی شمال غرب پاسیفیک با 2 آدمربایی توی روز روشن به نقطه اوج خودش رسیده بود. توی روز 14 ژوئیه 2 تا زن توی ساحل شلوغ پارک ایالتی سامامیش دزدیده شده بوده. 5 زن جوون مرد خوشتیپی رو توصیف کرده بودن که لباس سفید تنیس پوشیده بود. مختصری لهجه کانادایی یا انگلیسی داشت و خودش رو تد معرفی کرده بود و با آویز گردنی که داشت وانمود کرده بود که دستش شکسته و از اونا خواسته بود که کمکش کنن تا یک قایق بادی رو از فولکس واگنش پیاده کنه. 4 نفر قبول نکرده بودن، ولی نفر پنجمی همراه تد تا ماشینش میره و وقتی که میبینه قایق روی ماشین نیست فرار میکنه. 3 شاهد دیگه اونو دیده بودن که با همون داستان قایق به جانیس آن اوت نزدیک میشد. شاهدا دیده بودن که اوت همراه غریبه ساحل رو ترک کرده. 4 ساعت بعد دنیس نسلوند، دختر 18 ساله‌ای که برای برنامه‌نویسی کامپیوتر آموزش میدید، همراهاش رو توی پیکنیک ترک کرد تا به دستشویی بره، اما هرگز برنگشت. باندی بعدها به یکی از زندگی نامه نویساش میگه که زمانی که اون با نسلوند برگشت، او هنوز زنده بود. اون گفته بود که یکی از زنا رو وادار کرده که قتل اون یکی رو تماشا کنه. اما گرچه اون توی اعترافات پیش از اجرای حکمش این ادعا رو هم پس گرفت. اما سرنخ پلیس 8 خانوم بودند که مدعی شده بودند در تابستون سال 1974 تد باندی رو ملاقات کردند، درست زمانی که باندی در دریاچه سامامیش اسکوا سعی کرده بود چندین نفر رو بدزده. اونا همشون یه چیز مشترک میگفتند. طی تحقیقات پلیس 26 نفر با نام تد مورد زن قرار گرفتند که باندی یکی از اونها بود. اما شاهدای موجود در پرونده سامامیش معتبر بودند و هیچ کدوم از این شهود باندی رو از روی عکس شناسایی نکرده بودند. صحبت‌های افرادی رو که با باندی برخورد کردن و شنیدید. کسایی که حتی با اون از نزدیک هم برخورد داشتن نمیتونستن از روی عکس ها اونو بشناسن. بعضیا باندی رو آفتاب پرست می دونستن. اون تقریبا قادر بود توی هر لحظه که اراده کنه شکل و شمایل جدیدی برای خودش درست کنه. در اوایل تحقیقات پلیس میدید که نشون دادن عکس اون به شاهدا بیفایده است. اون توی هر عکس شکل متفاوتی داشت. استوارت هانسون قاضی پرونده دارونچ تجربه شخصی از برخورد با باندی رو اینطوری میگه. حس صورت باندی قادر بود چنان تمام چهره اون رو دگرگون کنه که توی بعضی از موارد نمیتونستی مطمئن باشی که این همون شخصیه که باهاش روبرو هستی. باندی آگاهانه از این قابلیت غیرعادی استفاده میکرد. اون برای تغییر چهرهش توی مواقع ضروری فقط تغییرات مختصری توی تحریش یا مدل موهاش میداد. برای نمونه ما میتونیم چهره باندی رو در هر لحظه با صورت بسیاری از شخصیت‌های معروف جهان همسانسازی بکنیم. تد به شکل غیرباوری میتونه صورت خودش رو تغییر بده. این چیزی نبود که یه فرد عادی بتونه بهش برسه. گذشته از همه اینا، ماشین باندی یه فولکس واگن بنتی که حتی شناسایی اون هم غیر ممکن به نظر می رسید. شاهدای مختلف رنگ ماشین اون رو طیفی از رنگ‌های متالیک یا غیر متالیک، قهوه‌ای سیر، قهوه‌ای روشن، قهوه‌ای سوخته یا حتی برنزی توصیف کرده بودند. شاید میتونست رنگ ماشینش رو طوری تغییر بده که دیگران نفهمن ماشینش چه رنگیه، ولی اون هیچ وقت نتونست شک دوست دختر خودش یعنی الیزابت کلاپفر رو از بین ببره. الیزابت به طرز عجیبی به مفقود شدن دخترها توی نزدیکی باندی مشکوک شده بود. حتی قبلتر از اون زمانی که دخترای دانشجو مورد هدف تد بودند، الیزابت ماشین تد رو تا حدودی تونست شناسایی کنه و این رو به پلیس گزارش داد، ولی پلیس در اون زمان روزانه 200 تماس در خصوص قاتلین احتمالی داشت و هیچ وقت فکر نمی‌کرد تد باندی دانشجوی رشته حقوق مرتکب چنین جرمی شده باشه. ولی این بار داستان فرق می‌کرد. لیز متوجه ناپدید شدن آدم‌ها در اطراف محل زندگی تد شده بود. اون تو خونه تد وسایلی رو میدید که متعلق به خود تد نبودن و باندی چندین بار سعی کرده بود اون رو با تهدید ساکت کنه. حتی بارها شده بود که تد سعی میکرد در وجود الیزابت این حس رو القا کنه که اون دیوونه شده و هیچ فهم درستی از اطرافش نداره، ولی همه اینها باعث نشد که لیز برای بار دوم با پلیس تماس نگیره. همین تماس باعث شد که پلیس روی اون حساس بشه. در ماه اوت 1975 تد باندی به یک دلیل ترافیکی ساده توسط افسر گشت بزرگ را بازداشت میشه، اما همین کافی بود که بزرگترین چالش زندگی اون از اون روز آغاز بشه. به محض دستگیر شدن ماشین باندی مورد توجه پلیس قرار گرفت، چون خبری از صندلی مسافر نبود حتی توی ماشین ابزارهای عجیبی مثل یه ماسک اسکی، یه ماسک از جنس جوراب، دیلم، دستبند، کیسه زباله، یه قرقره طناب و یخشکم پیدا شد که اولش تصور شد که ابزار سرقته، ولی تد باندی با آرامش توضیح داد که ماسک اسکی برای اسکیه، دستبند رو توی زباله‌دونی پیدا کرده و بقیه اشیا هم اقلام عادی خونگی‌ان. اما تد هرگز فکر نمی‌کرد کارگاهی که ازش بازجویی می‌کنه اونو بشناسه. یه تماس در 1974 تد رو به لیست مظنونین چندین قتل وارد کرده بود و تماس گیرنده کسی نبود جز لیز، دوست دختر تد، که سعی کرده بود خطر باندی رو به دیگران توضیح بده. از طرف دیگه ماشین باندی شباهت زیادی به ماشین مشابهی در چندین پرونده آدمربایی داشت. همه اینها کافی بود که پلیس وارد آپارتمان تد. در خونه تد یک راهنمای استراحتگاه‌های اسکی در کلرادو پیدا شد که در اون محل تحصیل یکی از افراد گم شده بود که بعدها تد به قتلش اعتراف کرد. همه اینها باعث شد که پلیس نسبت به تد مشکوک بشه، ولی اینها مدارک کافی برای اثبات جرم باندی نبود. تد تونست فردای همون روز خودش رو با ضمانت خودش آزاد کنه. یه چیز جالب توی این اتفاق این بود که تد بعدها میگه مجموعه از عکس‌هایی که اون از قربانیاش تهیه کرده بود رو توی انباری پنهان کرده بوده و اگه پلیس بهتر خونش رو میگشت میتونست اونا رو پیدا کنه. همین یه زنگ هشدار برای باندی بود تا تمام مدارک موجود رو نابود کنه. اما کمی بعد تد بزرگترین اشتباه زندگی خودش رو مرتکب میشه. میدونید اون چی بود؟ تد یک ماشین فولکس واگن داشت که بیشتر جرم‌هاشو با این ماشین انجام میداد. تد برای اینکه بتونه ارتباطشو با گذشته قطع کنه، این ماشین رو به یک مرد دیگه میفروشه. اما درست 24 ساعت بعد از فروش این ماشین، ماشین تد توقیف میشه. در طی بازرسی که از این ماشین انجام میشه، موهای 3 تن از قربانیای باندی در ماشین پیدا میشه و پلیس به سرعت باندی رو دوباره دستگیر میکنه. این بار تد رو با چند نفر دیگه وارد یک اتاق با دیوار شیشه‌ای مات کردند و شاهدی که کارول دارونچ بود رو پشت اون شیشه روبروی این افراد قرار دادند. کارول بلافاصله باندی رو به عنوان افسر روزلاند شناسایی کرد. شاهد دیگه ای از بانتیفول تد رو به عنوان غریبه‌ای که در حوالی ادیتوریوم مدرسه دبرا کند پرسه می‌زد شناسایی کرد. شواهد کافی در دست نبود تا تدو به ناپدید شدن دبرا کند که جسدش هرگز یافت نشد مرتبط کنه، اما اون چه در دست بود برای متهم کردن باندی به آدمربایی و اقدام به حمله کافی بود، ولی والدینش اون رو با قید وثیقه $15,000 آزاد کردند. در فاصله زمانی بین کیفرخواست و محاکمه، باندی 29 ساله بیشتر وقتش رو در سیاتل و توی خونه دوست دخترش الیزابت می‌گذروند، زنی که باعث دستگیری باندی شده بود. پلیس سیاتل شواهد کافی در اختیار نداشت تا اون رو به قتل‌های شمال غرب پاسیفیک متهم کنه، اما تد تحت نظارت دقیق بود. اما همه اینها باعث نشد که تد زندانی نشه. در 23 فوریه 1976 باندی در دادگاه دارونچ شکست خورد. او پس از 1 هفته محاکمه متهم به آدمربایی و حمله شد و در 30 ژوئن تد باندی به 15 سال حبس در زندان ایالتی یوتا محکوم شد. همزمان هم یه اتفاق جالب در حال رخ دادن بود. جلسه‌ای با حضور 30 کارآگاه، 3 بازرس اصلی پرونده و دادستان 5 ایالتی که تد در اونها دست به قتل زده بود برگزار می‌شد. همه اطلاعاتی که این افراد در کنار هم جمع کرده بودند یک فرد رو به عنوان قاتل سریالی این چند سال معرفی میکرد. هرچند مدارک چندان قدرتمند نبود، برای همین برنامه اولیه این جلسه به این تبدیل شد که باید هر مدرک محکمه پسندی رو برای گرفتن باندی استفاده کنند. در 7 ژوئن 1977 تد به زندان آسپن منتقل میشه تا در اونجا برای جرم‌های دیگش محاکمه بشه. وکالت باندی رو خودش به عهده میگیره. به این ترتیب قاضی موافقت کرد که اون بدون دستبند یا پابند در دادگاه حاضر بشه. در یکی از تنفس‌های دادگاه تد اجازه خواست تا برای مطالعه درباره پرونده‌اش از کتابخونه حقوقی دادگاه استفاده کنه. باندی پشت یک قفسه کتاب پنهان شد. پنجره‌ای رو باز کرد و از طبقه دوم به بیرون پرید. هنگام افتادن مچ پای راستش رگ به رگ شد. باندی لباس‌های رویش رو درآورد و با همون وضعیت در مسیر آسپن به راه افتاد اما در حومه اون شهر ایست بازرسی‌های متعددی ایجاد شده بود. تد 6 روز آینده رو در خونه‌های جنگلی مردم سرگردان بود و در این مدت 1 ماشین هم دزدید. بعد از فرار تد از دادگاه، ارتباطش به طور کامل با لیز قطع شد. چیزی که باعث شد تد از دادگاه فرار کنه ترسش نبود، بلکه اعتماد به نفس خیلی بالاش بود. تد تمام تلاشش رو میکرد که دستگیر نشه، ولی چیزی که برای همه واضحه، حتی اگر دستگیر هم میشد خودشو نمیباخت. تد و افراد مثل تد تحت فشار بسیار آرام و متین رفتار میکنن و از مشخصهای بارزش این بود که خیلی فرصت طلب بود. تد بعد از 6 روز تعقیب و گریز دستگیر شد، ولی چیزی که جالبه اینه که اون توی دادگاه پیروز شد و به جای 1 حکم 15 ساله 1 حکم 1.5 ساله گرفت. ولی باندی نمیتونست صبر کنه تا 1.5 سال دیگه بگذره. احتمالاً اگه تد 1 مجرم معمولی بود میدونست که شرایط برای تبرئه شدنش مهیاست. این امکان وجود داشت که سایر دادستان‌های پیگیر پرونده با پذیرفتن اتهام ضرب و شتم به قصد قتل از سوی باندی از تعقیب اون دست بردارن. اگر تد تحمل می‌کرد تا 1.5 سال حکمش برای پرونده دارونچ به اتمام برسه، میتونست آزاد بشه. اما باندی باز هم نقشه فرار از زندان دیگه‌ای رو برای خودش طراحی کرد. اون از یکی از همبنداش 1 تیغره آهنبری گرفت و طی 1 دوره 6 ماهه 500 دلار پول نقد ذخیره کرد. تد بعدها گفت که پول توسط ملاقاتی‌هاش به ویژه کارول آن بون بهش میرسید. در طول شب‌های زندان در حالی که سایر زندانی‌ها دوش می‌گرفتن، اون با اره سوراخی در حدود 30 سانتیمتر مربع در گوشه‌ای از سقف سلولش ایجاد می‌کرد. اون فقط به بریدن سلولش اکتفا نکرد. اون شروع کرد به گرفتن یه رژیم غذایی خاص که با از دست دادن 16 کیلوگرم از وزنش بتونه از طریق سوراخی که توی سقف ایجاد کرده فرار کنه. توی هفته‌های پیش رو تد چند فرار تمرینی داشت. اون از سوراخ عبور می‌کرد و ویژگی‌های فضا رو می‌سنجید. خبرچینه زندان بارها و بارها به نگهبانا گفتن که در طول شب صدای حرکت رو توی سقف می‌شنون. اما این گزارش مورد بررسی قرار نگرفت. توی تاریخ 23 دسامبر 1977 قاضی دادگاه آسپن تغییر محل دادرسی رو به کلرادو اسپرینگز تایید کرد. توی 3 دسامبر شرایط فرار کاملا مهیا بود. خیلی از کارکنان زندان توی تعطیلات کریسمس به سر می‌بردن و خیلی از زندانیا که دوره حبس کوتاهی داشتن برای کریسمس مرخصی گرفته بودن. تد با کتاب‌ها و بعضی وسایل دیگه فرم بدن خوابیده‌اش رو زیر پتو بازسازی کرد و به سوراخش خزید. اون از طریق سقف به آپارتمان رئیس گارد که برای شب کریسمس با همسرش بیرون رفته بود وارد شد. لباساشو با یک دست لباس عادی که از کمد نگهبان برداشته بود عوض کرد و از درب اصلی زندان خارج شد. بعد از دزدیدن یک ماشین به سمت شرق حرکت کرد. اما خیلی زود ماشین توی راه خراب شد و یه راننده عبوری اون رو به سمت ویل رسوند. تد از اونجا با یه اتوبوس به دنور رفت و از دنور با یه پرواز خودش رو به شیکاگو رسوند. توی گلن‌وود اسپرینگز کارکنای زندان تا بیش از 17 ساعت بعد، یعنی تا ظهر 31 دسامبر متوجه فرار اون نشدن. توی اون زمان تد دیگه توی شیکاگو بود. باور کردنی نیست. تد باندی به بیش از 30 زن تجاوز کرده بود و اونها رو کشته بود و 2 بار هم تونسته بود از دست پلیس و زندان فرار کنه، کاری که از نظر ما تقریباً غیر ممکنه. بعد از اینکه تد به شیکاگو رسید، با قطار به میشیگان رفت. 5 روز بعد اون 1 ماشین دزدید و باهاش به آتلانتا رفت. در روز 8 ژانویه تد به تالاهاسی در فلوریدا وارد شد. در مهمونخانه‌ای نزدیک دانشگاه ایالتی فلوریدا با اسم مستعار کریس هاگن اتاقی اجاره کرد. تد بعدها گفت که وقتی وارد اون شهر شد، عملاً می‌خواست گذشته‌اش و آدمکشی‌هاش رو پشت سرش بذاره. و دیگه دست به هیچ کاری نزنه، چرا که خوب میدونست اگه توجه پلیس رو به سمت خودش جلب نکنه میتونه برای مدت طولانی توی فلوریدا آزاد زندگی کنه. اما وقتی ازش مدارک شناسایی خواسته شد دیگه پی اون کار رو نگرفت و به عادت قدیمیش برگشت، جنس بلند کردن از مغازه ها و دزدیدن. چی اومگا میشه. در کمتر از 15 دقیقه بعد اون به 4 زن جوان توی این خوابگاه حمله کرد. به سر مارگارت بومن دانشجوی 21 ساله ضربه زد. بعد اونو با جوراب نایلونی ساق بلند زنانه خفه کرد. بعد از اون وارد اتاق خواب لیزا لوی شد. با ضربه بیهوشش کرد. گلوشو فشار داد. ناک یکی از سینه‌هاشو برید و باسن چپشو با فشار زیاد گاز گرفت و بعد با یک بطری بهش تجاوز کرد. توی اتاق خواب کناری اون به کتی کلنر هم حمله کرد. آسیب اون به کلنر فک شکسته و پارگی‌های عمیق روی شونه بود. هم اتاقش کارن چندلر هم بی‌نصیب نموند. ضربه مغزی، فک و دندان‌های شکسته، انگشتای له شده. بعدتر کارگاه تالاهاسی تشخیص داد که هر 4 حمله توی زمانی کمتر از 15 دقیقه و توی مکانی صورت گرفته که در محدوده شنوایی حداقل 30 شاهد بوده، ولی هیچ کس به داد این دختران نرسیده بود. ولی این پایان کار باندی تو اون شب نیست. پس از ترک خوابگاه باندی به زور وارد آپارتمانی 8 بلوک دورتر از خوابگاه شد و به یه دانشجوی دیگه به نام شریل توماس حمله کرد. با ضربات باندی شانه دختر در رفت و فک و جمجمه‌اش در 5 نقطه شکست. توماس به طور دائم شنوایی و تعادل حرکتیش را از دست داد. پلیس در تخت خواب توماس یک لکه منی و یک لباس زیر مردانه حاوی 2 تار مو را پیدا کرد که با مشخصات باندی تطابق داشت. این اتفاق کل محدوده اون محله رو به شک و حیرت فرو برده بود. اما چی شد که باندی یه دفعه به این جنون دچار شد؟ شاید میشه اینطوری گفت که اون مدت زیادی از کشت و کشتار دور بود. اون توی گذشته ماهانه حداقل 2 نفر رو میکشت، ولی خب الان ماها بود که هیچ فعالیتی انجام نداد. در 8 فوریه 1978 90 مایل دورتر از خوابگاه چیومگا کیمبرلی دایان لیچ اما در نهایت این افسر پلیس بود که پیروز شد و اون رو دستگیر کرد. داخل ماشین 3 کارت شناسایی، 21 کارت اعتباری و یه تلویزیون دزدی پیدا شد. اونشو به زندان برد، غافل از این که اون یکی از 10 مجرمی رو دستگیر کرده که در فهرست تحت تعقیب ترین مجرمان FBI بوده. در حین انتقال افسر پلیس شنید که مظنونش میگه کاش منو کشته بود. تد باندی یه بار دیگه به زندان برگشت. این بار دادگاه جدید باندی شروع شد، اما یه دفعه داستان تغییر کرد. نامه‌های طرفداران بود که هر روز از سراسر امریکا برای باندی می اومد. خیلی از زن‌ها شیفته باندی شده بودن و برای اون نامه‌های عاشقانه می نوشتن. باندی توی اون زمان ستاره محسوب می شد و خودشو کاملا بیگناه نشون می داد. فکرش رو بکن، باندی تو دادگاهش با کارول آن بون ازدواج کرد. کارول یکی از دوست دخترای باندی بود که برای یه مدت نسبتاً طولانی باهاش زندگی می کرد. همه می دونستن باندی متهم اصلی قتل است. تمام قتل های باندی قابل اثبات بودن، ولی داستان کارول و تد تبدیل به داستان دیو و دلبر شده بود. این زن جوان تصور می کرد عشق اونها چنان بزرگ و قویه که می تونه هیولایی رو که دیگران بهش برچسب می زنن و به آدمی عادی تبدیل بکنه. در طول روند محاکمه باندی از قانون مبهمی توی فلوریدا استفاده کرد. طبق این قانون با اعلان ازدواج 2 نفر توی دادگاه در محضر قاضی اون ازدواج یک ازدواج قانونی میشه. اگه یادتون باشه گفتیم تد باندی وکالت خودش رو به عهده گرفته بود. درست وسط این بازجویی ها باندی در جریان پرسش و پاسخ از دوست دختر و همکار سابقش توی واشنگتن کارول آن بون که به عنوان شاهد آورده بود پرسید که آیا حاضر با اون ازدواج کنه و پاسخ بون مثبت بود. فکر کنید وسط جلسه دادگاهی که مربوط هست به قتل یک سری آدم باندی خطاب به دادگاه اعلام میکنه که الان اون 2 زن و شوهر هستن. بون توی جریان محاکمه به فلوریدا نقل مکان کرده بود تا در کنار تد باندی باشه. اون توی محاکمه های قبلی باندی هم به نفع اون شهادت داده بود و توی اون جلسه خاص از دادگاه هم در حال ارائه گفته‌هاش به عنوان شاهد آشنا با شخصیت تد باندی بود. باندی متهم به قتل 32 زن شد. تا امروز از اسم تد باندی کتاب‌ها و داستان‌های زیادی نوشته شده و فیلم‌های زیادی هم ساخته شده. اما واقعاً چه چیزی باندی رو تبدیل به این موجود کرد؟ شاید برای درک بهتر باندی بهتر باشه به کودکیش و اون چه که در این مدت به اون تبدیل میشد رجوع کنیم. خب ما توی اپیزود بعدی به کودکی تد باندی میپردازیم. پادکست ردرام رو میتونید از شنوتو.com بشنوید. پادکست ردرام توسط من سمانه نادری و همکارم بهزاد امانی اجرا میشه. پادکست ردرام با تلاش این دوستان تهیه میشه: نگینه غذافور، نیکتاموینفر، پوریا آریایی.